28 بهمن ماه 1401 خورشیدی و 17 فوریه 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر میپردازیم به افراد و مراکزی که در تأمین مالی و فنی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف در اروپا به ویژه دست دارن. پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه. پیش از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، چند موضوع کوتاه‌تری که خدمتتون عرض می‌کنم. یکیش در پیوند با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و قضاتی که دارن پول جمع می‌کنن برای فرار کردن از دست مردم. این انقلاب مهسا بی تردید مثل هر انقلاب دیگری سر ایستادن ندارد تا به نتیجه برسه. هم آرزوشونه که درست به نتیجه برسه. البته هر کسی نقشی داره در تحقق این آرزو. باری در 5 ماه گذشته بیش از 25,000 نفر از جوانا و نوجوانای این مملکت افتادن زندان و طبق گفته آقایون حدود 10,000 نفرشون در آستانه سالگشت 22 بهمن آزاد شدن. بیانیه 5 تن از زنان زندانی رو خدمتتون عرض میکنم که دارین میبینین. این 5 تن آزاد شدند و نوشتند که روز آزادی نزدیک است. ما نویسندگان این نامه به عنوان بخش بسیار کوچکی از زندانیان سیاسی ایران که به تازگی از زندان آزاد شده ایم، بر این باوریم که موج آزادی های اخیر زندانیان سیاسی از نتایج خیزش اعتراضی مردم آزادی خواه و شجاع از جمله زنان بوده است، که اسامی زنان زندانی هم آوردن که همچنان در زندانن و نوشتن مبارزه ادامه دارد تا آزادی همه زندانیان سیاسی. همچنان عده زیادی از شریفترین کارگران، معلمان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی، فرهنگی و هنری در زندانن. چند نفر از زندانیایی که آزاد شدن با چنان وضع جسمی فجیع آزاد شدن که از اردوگاه آشویتس در آلمان نازی تا امروز جهان چنین وضعی ندیده بوده و همچنان جهان همپای این ستم بر مردم ایران و انقلاب و جنبش انقلابی مردم ایران صداش بلند نمیشه. این عکسو بارها دیدین. فرهاد میثمی، پژوهشگر، فعال مدنی و نویسنده و مترجم کتابهای راه باریک آزادی و قدرت بی قدرتان و چند کتاب ارزشمند دیگه، و خالد پیرزاده، این دلاور، عکس قبل و بعد از زندانشه. اونم عکس قبل و بعد از زندان فرهاد میثمی بود. خالد پیرزاده قادر به راه رفتن نیست بعد از آزادی از زندان و همیشه بهش سند وصله. خرداد 98 افتاد زندان. 1 سال قبلش در مسابقات جهانی بدنسازی و تناسب اندام در سنگاپور به مقام 3 قهرمانی جهان رسیده بود. دستگاه قضایی که به دستور بالایی ها برای اینا حکم بریدن و به این وضع دوچار کردن شریفترین آدم های این مملکت رو، نه تنها از بیرحمترین که از فاسدترین آدم های این مملکت هن، قضاتش و همش اسناد فسادهاشون رو میدونین. من همیشه پرهیز دارم از افشای فسادهای اخلاقی آدم ها، ولی وقتی که اینا در مقابل هر خواست مدنی مردم می ایستن و خودشون میرن پشت منبر آن کار دیگر میکنند، باید این اسناد رو افشا کرد. در فرصت مناسب اسناد فسادهاشون رو تو همین برنامه منتشر خواهیم کرد. ببینین دامنه فساد تا کجاست که تو همین 5 ماه گذشته شمار بازداشت شده ها و متهمان اقتصادی هم به شکل عجیب غریبی زیاد شده. عده‌شون
به دلایل مختلف، دلیل همراهی با جنبش انقلابی مثلا، شرکت تو اون سه روز احتساب سراسری و غیره و غیره، به بهانه هایی مثلا غیر بهداشتی بودن محل کار، مطب و کارگاه و محل کارشون رو به هر حال پلمب میکنن، اما بیشترشون نه به دلیل اینکه با انقلاب مهسا همراه بودن، صرفا به دلیل اینکه پول دارن، دستشون به دهنشون میرسه. دوستی از درون دستگاه قضایی آقایون برام نوشته، متن خدمتتون میخونم. در ادامه خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از قضات و مسئولان قوه قضاییه به دنبال اخذ وجه به صورت ارز و سکه از متهمان هستند. این موضوع در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی به شدت رواج یافته و بسیاری از بازپرس‌های این مجتمع به واسطه افراد مورد اعتماد خود به باجگیری از متهمان اقدام می‌کنند. روش این بازپرس‌ها این است که افراد سرمایه‌دار با اتهامات واهی بازداشت و در طول مدت بازداشت توسط واسطه‌های مورد اعتماد خود درخواست پول‌های کلان به صورت ارز و سکه می‌کنند و بعد از دریافت این مبالغ پرونده فرد را خاتمه می‌دهند و در صورت عدم همراهی متهم به آنها اتهامات بیشتری وارد می‌کنند. قضاتی به نام‌های نریمانی، علی محمد عظیمی، سمیع زنوز، سیاه وشی و قاضی توانگر از جمله بازپرس‌هایی هستند که به این شیوه فعالیت می‌کنند. هدف اصلی این افراد از این بازگیری، مالندوزی برای شروع زندگی در خارج از کشور بعد از برافتادن جمهوری اسلامی است. این قاضی علی محمد عظیمی تو دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مثلا تحصیلات حوزوی دارد، طلب است، 28 سالش هم بیشتر نیست. در انبوه سازمان‌های ریز و درشت آخوندی با بودجه عجیب غریب در جمهوری اسلامی و همزمان با کوچکتر شدن سفره مردم و فقیرتر شدن مردم، باد کردن آخوندهای زیر لوای جمهوری اسلامی، یه تشکیلاتی هست به اسم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. قبلا هم درباره‌اش صحبتایی کردیم. این سازمان زیر مجموعه وزارت ارشاده مثلا، که این زیر مجموعگی مثلا فقط یه ویترینه، وزارت خونه فقط تو جلسات اینا براشون چایی آفتابه میاره. اعضای شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همشون تو سازمان‌های مشابه دیگه با حکم خامنه‌ای منصوب شدن و سازمان‌هایی که اینا تو در تو هستن. ببخشید. اعضای شورای به اصطلاح مرکزیشون، محسن قومی معاون بین الملل دفتر خامنه‌ای، ببخشید، محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، همه‌شون منصوب خامنه‌ای، رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان مجمع تشخیصشون، حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ممد حسین فلاح‌زاده رئیس ستاد ترویج احکام دین و عضو بخش استفتاءات دفتر امام خامنه‌ای، پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای آقایون و قلوم علی حداد عادل پدرزن مشتبه خامنه‌ای. غیر از این حداد عادل همشون هم آخوندن، یعنی آیت الله و حجت الاسلام. این امسال بودجه این سازمان 3.5 برابر پارسال شد و تعداد رایزنان فرهنگی، رایزنهای فرهنگی از 60 تا به 75 تا افزایش یافته. حالا این بودجه تازه بخش اندکی از مخارج این سازمان رو تأمین میکنه. اصل بودجهش از نهادهای زیر مجموعه خود خامنه ای میاد، مثل دفتر خامنه ای، ستاد اجرایی، آستان قدس و غیره و غیره. بلک ریواردز گروه هکری ایمیل های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی رو هک کرده، اسناد حیف و میل اموال مردم ایران رو منتشر کرده. ببینیم فقط یه فقره پولایی که به دفاتر این سازمان در شهرهای مختلف کشورهای منطقه و اروپا و آسیا میره چقدر. همین جوری دیگه، جمع که میزنیم بالای میلیارد یوروه. این منافع مالی و قدرت اجتماعی آخونده فقط با جمهوری اسلامی ممکن شده و بدیهی است که آخونده به هر قیمت، حتی به قیمت پشت کردن علنی به امام زمانشون، این حکومت رو میخوان حفظ کنن. و این یک تکلیف الهی است برای همه، که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ
جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره. بله اینجوریه. منافع منافع اینا فکر میکنن دو روز زندگی میکنن، فکر میکنن 2000 سال زندگی میکنن، عمر نوح دارن به قول خودشون. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یکی از سازمان های عریض و طویل متعددی است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حوزه های اصلی فعالیتش در خارج از ایران داره و موضوع اصلی مأموریتش یک ایجاد پایگاه تو کشورهای مختلف برای جذب نیروه، دو تربیت تروریست و شکل دادن به هسته های تروریستی و آدم ربایی که حتی تو آمریکا ما دیدیم، سه پولشویی و قاچاق به اصطلاح دور زدن تحریم ها. امشب اساساً به همین موضوع سوم، پولشویی و قاچاق و پولشویان و قاچاقچیان جمهوری اسلامی که البته سابقه تروریستی دارن در دو کشور امروز آمدن هستند، در دو کشور سوئیس و آلمان میپردازیم. در سوئیس یه شهر کوچیک توریستی لوکسی هست در جنوب سوئیس به اسم لوگانو در منطقه تیچینو که ایتالیایی زبانن، هم مرز ایتالیا نزدیک شهر میلان ایتالیاست. یه شهر ساحلی کنار دریاچه لوگانو که بهار و تابستون هم پر از بیهجابی و تفریحات سالم و سواحل شلوغ، و اینجا پایگاه آخوندهای جمهوری اسلامی در سوئیس. حال چرا اینجا؟ اولین کسی که میره میخ اسلام و تو این شهر میکوبه سید مقتدا حسینی ابهری است، متولد قروه ابهر. بچگیاش میره قزوین طلبه میشه، از قزوین میره تهران، بعد یه مدت میشه امام جماعت مسجد سابزمان جنوب تهران، جنوب غرب تهران. بعد با موسی صدر آشنا میشه، میره لبنان. بعد از انقلابم به قول خودش در چارچوب گفتگوی بین ادیان و متأثر از امام موسی صدر پایه فعالیت‌هایم را در اروپا گذاشتم. خوش میگذره بهش دیگه، میگذشته مردخ تو لوگان. بعد ببینید چجوری اینا فعالیت میکنن مثل قارچ واقعا در جامعه مدنی کشورهای اروپایی پخش میشن. حجت الاسلام و المسلمین سید مقتدا حسینی در اولین سفر خود به سوئیس در ماه محرم 20 سال پیش ماجرا با 4 نفر شروع به برگزاری مجالس برای اهل بیت کرده و همزمان شروع به شناسایی جمعیت شیعه و محیط اطراف کردند. در ابتدا برنامه‌های مذهبی را در مناسبت‌های مختلف در منازل به صورت دوره‌ای و در سالن‌های موقتی استیجاری برگزار کردند. در چند سال شیعیان را شناسایی کردند و با حضور مستمر خود به مرور جمعیتی از شیعیانی از کشورهای ایران، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، عراق، لبنان و دیگر کشورهای آفریقایی را که اکثرا جوانان مهاجر و خانواده هایی را که فرزندان آنان در سوئیس متولد شده و در حال رشد و اکثرا در جستجوی هویت اسلامی شیعی والدین خیش بودند گرد هم آوردند. پس از چند سال حضور فعال در صحنه های مذهبی و فرهنگی، مرکز فرهنگی امام علی لوگانو سوئیس به همت و پیگیری حجت الاسلام سید مقتدا حسینی ابهری جهت حفظ هویت فرهنگ اهل بیت علیهم السلام و ارتقاء سطح فکری و رشد دینی مسلمانان پایه‌گذاری و تأسیس شد. سال 2004 عرض کردم، حدود 20 سال پیش. این سید مقتدا اسفند که عکس رو دیدین، اسفند 99 مرد تو همون سوئیس، امامزادش هست حتما، جنازه‌ش هم حتی از لوگانو دلشون نمیاد بیارن. پسرش شد، جای خیلی قشنگیه، خیلی توریستیه، خیلی و میدونین چرا اونا اونجان؟ یه دلیلش رو عرض کنم، به خاطر اینکه این همجوار ایتالیاست و خیلی جلساتشون آخونده اینا توی میلان ایتالیا میذارن و هممرز با لوگانو در سوئیس و خیلی از دفاتر مراکز مالی و بانک ها
از ایتالیا، ایتالیایی ها وقتی با سوئیس میخوان کار بکنند یا با شمال اروپا میخوان کار مالی دارن، از طریق دفاتر مالی در لوگانای سوئیس این کار رو ساده تر و در دسترس تر انجام میدن. حالا این یکی دلالش. باری خودش مرد، پسرش شد رئیس، دکتر سید علی حسینی عنوانش، مدیر مرکز اسلامی امام علی شهر لوگانا از توابع ایالت تیچینو سوئیس. این شخص الان همه کاره جمهوری اسلامی در لوگانا و ایالت تیچینو است. ایشون به عنوان پناهنده، ببینین اینو من دیگه چیزی رو نمیتونم بگم زورش میاد آدم یا مثلا کلش رو بکوبه، هر لحظه باید کلش رو بکوبه دیوار. ایشون به عنوان پناهنده سیاسی آمدن سوئیس 18 سال پیش، اقامت گرفتن. الان به راحتی از تهران که فراخونده میشن تشمی برن ایران، برمیگردن سر مأموریتشون تو لوگانو، تو سوئیس و ایتالیا. بار میدونین دیگه، فقط کسای پناهنده سیاسی میتونن بشن که اگه برگردن به اون کشور مبدا، کشور ایران، جونشون در خطر باشه. اینا با چه داستانهای ساختگی پناهنده میشن من نمیدونم، ولی مهم این است که این پناهنده سیاسی به سوئیس برای حفظ جانش که حالا تابعیت سوئیس رو هم گرفته، داره دستگاه تبلیغات حکومت ایران رو که ازش مثلا فرار کرده بوده، پناهنده شده بوده در سوئیس، در لوگانای سوئیس اداره میکنه و مدام هم به اون کشوری که به خاطرش فرار کرده اومده اینجا پناهنده شده در رفته آمده. من نمیدونم چه وکلایی دنبال کاره اینا میرن اینا رو پناهنده میکنن، یا سیستم امنیتی سوئیس واقعا مشکل سهمی داره یا عمدی. همین سید علی حسینی که اش دیدین چندین محل رو اجاره کرده، تبدیل کرده تو به حسینیه، ظاهرا یعنی خودش میگه با پول خمس و زکات و فطریه و نذری که اغلب از پناهنده های مسلمان، بیشتر از افغان های بدبخت که به اونجا پناهنده میشن، به سوئیس میگیره. میدونیم اینا پولی نمیشه که، آخه اصل بودجه و هزینه از ایران میاد. همین ماه گذشته همین شخص مسئولیت اداره و اسکان 40 نفر از آخوندهای حوزه علمیه قومو که تشریف برده بودن به شهر ژنو در سوئیس به عهده داشت، به اسم میزبانی مرکز امام علی لوگانو. همین شخص سید علی حسینی. در خدمت آقای سیامک تدین تحماس بی هستیم. درود بر شما، فعال مدنی و کارشناس فناوری اطلاعات. ممنونم آقای تدین تحماس بی عزیز که باز مزاحمتون شدیم و بزرگوارانه پذیرفتید که در برنامه صفحه آخر شرکت کنید. ببینید، در سوئیس فرد دیگری است که خودش دکتر فرهاد افشار، رئیس هماهنگی سازمان‌های اسلامی سوئیس معرفی می‌کنه. خیلی راحت پیدا کردنش در گوگل ساده پیدا میشه. این فرهاد افشار کیه؟ اینا چه می‌کنن در سوئیس؟ از کام خدمتتون که اسم اصلی ایشون آقای فرهاد رضا افشار قاسملو هستش و ایشون انگار رئیس کل این مراکز اسلامیه جمهوری اسلامی در سوئیس است. یعنی تقریبا انگار نه، معذرت میخوام، انگار نه، یعنی با شک و تردید نگین، خودش اینجوری معرفی میکنه. حالا هست، خب هست. ایشون تمام ردق و فتخ امور کل این مراکز اسلامی رو با اوامر مستقیم از مرکز به عهده داره و همچنین گردش مالی ها و غیره و ذالک هم از طریق ایشون بیشتر انجام میشه. مثلا نمونه ای از چیزایی که من تا حدودی شنیدم در موردش این که برای احیای دریاچه ارومیه اقدام کردن از طریق سازمان ملل و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل 130 میلیون یورو پول گرفتن برای احیای دریاچه ارومیه.
و این خب میبینید که تا الان که ما چیزی ندیدیم دریاچه ارومیه اتفاق خاصی براش بیفته برای نجات دریاچه. تقریبا حدود 100 تا خونه خریدن، یک هتل برای همین چیز اسلامی خریدن در شهر تون در سوئیس. این یکی از خود ایشون، البته این 130 میلیون یورویی که میگم رو ما اسنادش رو اوردر دادیم که برامون بیادش تا بعد میتونم که کامل و واضح براتون توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. ولی مثلا این خونه ها رو حدود 100 تا خونه هستش که در اطراف همین شهر تون هست، به اضافه یک هتل هستش که مال مرکز اسلامی. من نمیدونم این هتل و این خونه ها به چه درد مرکز اسلامی مثلا در سوئیس میخوره. و اینکه خود ایشون هم بسیار آدم متمولی هستن، نمونهش یکی از املاکی که توی ایران دارن یک خونه است که دو طبقهش در منطقه نیاورانه، الان اگر بخوایم کم کم بین 170 تا 200 میلیون قیمتشه. حالا ایشون از کجا اینا رو آوردن؟ ببخشید 200 میلیارد از میخوام دیگه، اینو باید ببینیم که از داخل چجوری بهشون رسیده یه انبار. آقای دعباسپی، این پولی که 130 میلیون یورو که از سازمان ملل بر دریاچه ارومیه گرفته شده و اینجوری آپولی شده، چه ارتباطی داره به اینا؟ اینا چجوری گرفتن؟ آخه اینا چه ربطی به دریاچه ارومیه دارن در سوئیس؟ دریاچه ارومیه خب جزء مایملک ایران هستش و یک منطقه زیست محیطی مهم برای دنیاست، اصلا به عنوان بزرگترین دریاچه بسته جهان. به خاطر این عرضم به حضور انورتون که اینا برای که این میراث هستش میتونن از سازمان ملل درخواست کنن برای کمک، به عنوان کمک. و چون دفتری هم دارن به نام دفتر منافعشون، یعنی دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل که در ژنو هست، و هم ایشون با اینا در ارتباط کامل. من ایمیل های ایشون رو خودم دیدم که در ارتباط با این چیز نمایندگی، و عرضم به حضور انورتون که سازمان ملل قاعدتا یک سری کمک هایی به بقیه کشورها هم میکنه. این هم یک نمونه است که حالا صرف چی شده این رو خدا عالمه که کجا صرف شده. بله الله و عالم. آقای طهماسبی، اجازه بدیم که در فرصتی که داریم بریم مفصل درباره آلمان، من یک مقدمه عرض میکنم بعد برمیگردم خدمت شما، چون اینا در اروپا به صورت شبکه کار میکنن، هم در اقدامات تروریستی و هم پولشویی و قاچاق و آدم ربایی و مسائل مالی. یکی از سرشاخه های این شبکه در آلمانه. اسناد حوزه امنیتی در آلمان در پیوند با ایرونیا رو وقتی دنبال میکنیم، اسم فرهاد دیانت همه جا هست. آقای پرویز دستمالچی از بازماندگان ترور رهبران کرد مخالفان جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس برلین که در شهریور 71 اتفاق افتاد، در کتابش ترور به نام خدا نوشته. کاظم دارابی از عوامل ترور میکونوس که خونش توی برلین خونه تیمی تروریستای میکونوس بود، به هنگام دستگیری به همراه فرهاد دیانت ثابت گیلانی و بهمن برنجیان عضو هیئت رئیسه اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا واحد برلین بود. این اتحادیه یکی از تشکیلات حزب الله ایران در اروپا و یکی از مراکز فعالیت واواک وزارت اطلاعات جمهوری اسلام و سپاه پاسداران است. فرهاد دیانت و بهمن برنجیان نیز هر دو عضو وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند. بعد در حکم دادگاه میکونوس صفحه چهارمش آمده است که دیانت ثابت گیلانی با سازمان اطلاعات ایران در تماس است. اینا رو من دارم میگم تا بعد برسیم به خود همین دیانت، فرهاد دیانت. چند مورد از تماس‌های فرهاد دیانت از آلمان با مزدوران دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی تو همین بند آمده. فکت نامه نوشته نام فرهاد دیانت زمانی شهرت پیدا کرد که محمد رضا ساکت دبیرکل وقت فدراسیون فوتبال پیش از جام جهانی 2018 روسیه او را مأمور کرد که به عنوان نماینده فدراسیون با شرکت آدیداس برای پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در مقر فیفا در زوریخ قرارداد ثبت کند.
فرهاد دیانت در میربوش حدود 500 متر دورتر از اولین دفتر مرکزی شرکت سافت کلاد زندگی میکند. دیانت نماینده کارخانه فولاد مبارکه در مذاکرات تجاری با نمایندگان SMS گروپ آلمان برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کارخانه فولاد مبارکه است. ببین این مختصر من عرض کردم، این فرهاد دیانت ثابت گیلانی کیه و دقیقاً چه میکنه؟ من دیگه ساکت و خاموش گوش به شما. ببینید آقای فرهاد دیانت ثابت گیلانی، اول طبق چیزی که شما هم فرمودید از تاریخچه‌شون من میگم که ایشون اول ماینس آلمان بودن و توی انجمن اسلامی دانشجویان که راه افتاد و ایشون به عنوان صندوقدار اون موقع شروع کردن به فعالیت همونجا و توی تظاهرات ها و نمیدونم مبارزه به حساب با مخالفین جمهوری اسلامی هم خیلی ید طولایی داشتن، تا حدی که با خود بهشتی و شریعت مادری هم دمخور بودن ایشون. خلاصه بعد از اینکه یک سری درگیری ها ایجاد میشه و بعدش هم به ساختمون خوابگاه نمیدونم فلان حمله میکنن و اینا، کاظم دارابی و همراه ایشون که توی دادگاه میکنوس چیز میشن محکوم میشن، این آقا به 8 یا 9 ماه زندان در آلمان محکوم میشه. معذرت میخوام بزنین همینجوری که داریم میریم جلو با جزئیات و اینا دار برای من قابل فهمتر باشه. گفتین دیانت با کاظم دارابی اون یعنی قبل از ترور میکنوس این ماجراها؟ نه دقیقا بعد از داستان ترور میکنوس. به کدوم خوابگاه به کدوم خوابگاه حمله کردن؟ عرض کنم خدمتتون که توی برلین یک درگیری داشتن با مجاهدین گویا. صحیح فکر میکنم یک همچی چیزی بوده توی تاریخ، دقیقا الان حضور زن داریم. قاعدتا باید قبل از میکنوس باشه، چون بعد از اون که این قبل از میکنوس، ولی بعد از میکنوس با توجه به ارتباط ایشون با سران جمهوری اسلامی و دست داشتن در ترور سازمانیافته میکنوس، ایشون به 8 یا 9 ماه زندان محکوم میشن. آقای دیانت. بله آقای دیانت. و بعد از این 8 ماه زندان در آلمان ایشون میان بیرون و داخل ایران وارد ایران میشن. به واسطه همین 8-9 ماه درخواست کارت آزادگی میگیرن، یعنی کارتی که اسیران جنگی در کشور بیگانه اسارت کشیدن در دشمن و اومدن چی حالا آزاد شدن و کارت آزادگی میگیره ایشون، یعنی کشور آلمان میشه دشمن و ایشون هم تو خواب که دشمن اسیر بوده این 8-9 ماه. به واسطه همین کارت آزادگی ایشون میرن کجا؟ توی صنایع، وزارت صنایع و مس سرچشمه. بعد از یک مدتی با همین زد و بندا و آشنا بودن با این و اون میان چکار میکنن؟ میان میشن مسئول فروش کل، یعنی مدیر کل فروش ذوب‌آهن اصفهان از تاریخ 2000 و عرضم به حضورتون 2 تا 2012، یعنی به مدت 10 سال ایشون رئیس کل فروش ذوب‌آهن بودن و از اون موقع به بعد برمیگردن مأمور میشن. به چی؟ مأمور میشن برای پوزیشن کاری در شرکت تارا استیل در دوسلدورف آلمان. که تارا استیل چی هستش؟ نماینده فولاد مبارکه و اینا که شما فرمودین قبلا. این پس میشه چی؟ سیستم آقای دیانت که این که چقدر ایشون وابسته هستن به رژیم و چه فعالیت هایی داشتن. آقای طهماسبی، تارا استیل نماینده فولاد اصفهان در آلمان فرمودین؟ بله ببینید یک این شرکت تقریبا میشه گفت نمایندگی فولاد مبارکه است در چیز، منتها یک مطلبی هست که من اینجا باید بهتون عرض کنم. در آلمان دوسلدورف. بله بفرمایید. سیستم ذوب‌آهن ایران از ابتدای کار خب یک فولاد مبارکه بوده که ذوب‌آهن اصفهان که بزرگترین ها و اولین ها بودن. بعدن اینها اومدن یک سری بعد از انقلاب مخصوصا 57 اومدن اینا یک سری موازی کاری کردن برای که نون آب تو این کار بود، یک هلدینگی به نام هلدینگ احیا رو زدن که در ادامه من به اونم میپردازم. ولی کلن این شبکه فرایند معادن سنگ آهن و ذوب‌آهن و اینا یک مافیایی داره در ایران که دو سرش، یعنی دو شخص عمدهش داخل ایرانن، یک شخص گندش هم بیرونه که همین آقای دیانت
که من به اون آقایونم بعد میپردازم که چه جوری هستش. ایشون به عنوان نماینده فولاد مبارکه در تارا بودن، منتها برای همه این شرکت ها دست داشتن برای خرید و فروشاشون و معاملاتشون و غیره و ذالک. این رو من باید عرض میکردم خدمت. خواهش میکنم. بعد از این که بفرمایید خواهش. بعد از این که این نمایندگی فولاد مبارکه رفت تحت تحریم خزانه داری، یعنی تارا استیل رفت تحت تحریم خزانه داری و بعد آلمان هم یعنی اتحادیه اروپا هم اینا رو تحریم کردن، ایشون قبلش یک شرکت دیگه به نام خودش و جدا به نام رمکو ثبت کرده بود که همچنان ایشون مدیر عامل هم رمکو است و هم تارا استیل. آقای دیانت گیلانی همچنان مدیر عاملش هست. از طریق رمکو که با یک فیلد کاری مشابه داره کار میکنه با تارا، خیلی راحت میتونن چیکار کنن؟ اقلامی رو که تارا در تحریم قرار میگیره رو برای ایران تهیه کنن از طریق رمکو. ایشون یک کار بسیار ساده کردن برای دور زدن و آلمان، دولت آلمان این رو میدونه که اینا دارن این کار رو میکنن. اگه ترازای مالی رمکو و تارا رو مقایسه کنید تو سال مثلا 2020 که یهو تارا استیل میاد میره سود دهیش تبدیل به ضرر ده میشه، میبینیم که تارا رمکو در سال 2021 یهو تراز مالیش خیلی زیادتر شده اصلا نسبت به اون میانگینی که قبلا داشته. دلیلش هم مشخصه که خب داره نیازهای اون رو برطرف میکنه از طریق رمکو. تارا استیل تحریمه و وقتی که تحریم میشه آقای دیانت، فرهاد دیانت در آلمان میاد رمکو رو تأسیس میکنه و رمکو بوده که در کنار بوده، منتها اصلا انقدر اکتیویتی زیادی نداشته، فعالیت زیادی نداشته، ولی وقتی تارا استیل تحریم میشه بار فعالیت های تارا استیل تو این ارتباط با ذوب‌آهن اصفهان میان از طریق رمکو انجام میدن که تحریم نیست. تو ارتباط مذارت خواهم تحصیل کنم، تو ارتباط با تمام صنایع فولاد ایران، صحیح، اینا تأمین کننده و فروشنده برای تمام صنایع فولاد ایران و یک سری صنایع دیگه هم هستن و در بانک و نمیدونم سیستم اینترنت و فیلترین که در ادامه هم میگم دست اینا همشون مسئولش همین آقا دول محور ایشون میچرخه در بیرون. و رمکو هم در دوسلدورف آلمانه؟ بله، رمکو هم در میربوش در دوسلدورف آمد. میربوش. بله. بفرمایید، من سوال میکنم. بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که نحوه دور زدن تحریما که خب این خیلی چیز ساده بود. من دو سه مورد از مثلا اقلامی که اینا از طریق رمکو خریدن رو میگم. مثلا میان یک کارخونه ریل برای همین نورد فولاد هست، خریده برای ذوب‌آهن بود 19 میلیون یورو دست دوم از آلمان، خریدن فرستادن اونجا. این مثلا یک نمونه شه. یا مثلا 6-7 تا ماشین پاتیلبر خریدن. این ماشین های پاتیلبر ماشین هایی که پاتیل های آهن ذوب مذاب یا فولاد مذاب رو توش حمل میکنن از سر کوره به مثلا قسمتی که قالب گیری میخواد بشه یا هرچی، چون حرارت زیادی داره این ماشینا باید نسوز باشه، قیمتاش خیلی زیاده، تقریبا اون زمان 3 میلیون یورو قیمت هر کدومش بوده. 6-7 تا رو مثلا ایشون خریده. یا مثلا برای یک توربین برای جنراتور نیروگاه شهید منتظری اصفهان خریده که باز اونم ارتباط داره با اینا، هم با صنایع فولاد هم با ساخت و ساز همین تحریم دور زدن و پول کاسبی کردن و این حرفا، که اون را مثلا خریده از طریق همین رمکو. قیمت شده دقیقا واقع نمیدونم، ولی میدونم از زیمنس آلمان شعبه مانهایم خریدنش این توربینو براشون. یعنی اینا یک نمونه های مثال های ساده ایه که مثلا این کار کردن و الان ماشین های نسوز مثلا تو چیزه یا ریل، کارخونه ریل تو ذوب‌آهن داره کار میکنه، در صورت که باید از تارا اینا اقدام میشده در اصل. این نمونه های از دور زدن تحریم ایشونه که چجوری تحریم رو دور زدن. و در مورد عرضم به حضور انورتون این که مسئله اینه که یک چیز دیگه‌ای که این آقا داره اینه که از طریق همین شرکت‌ها، یعنی از طریق همین دوتا شرکت اومده یک دونه مافیای خانوادگی رو به صورت استخدام نیروی متخصص با قانون بلوکارت آلمان، یعنی قانون
فراخوانی نیروهای متخصص برای کار و مالیات پردازی در آلمان، بعدش هم چی؟ گرفتن اقامت دائم و عرضم به حضورم براتون پاسپورت ملیت آلمانی اومده را انداخته. چندین شرکت دیگه هست که ایشون دستن در کار ثبتش بوده و هست، تو بعضیاش اسمش نیست، تو بعضیاش هست و اقوامش رو آورده. که من مثالی که میزنم، مثلا تو همین شرکت رمکو ایشون اومده خواهرزاده هاش رو آورده، دو تا از خواهرزاده های ایشون به نام پژمان و پگاه حسینی پور هستن که از همین طریق اومدن با درخواست شرکت رمکو. الان این دوتا، همون خانوم پگاه حسینی پور شده مسئول حسابداری هم رمکو هست هم تارا استیل، همه زدوبندهای مالی رو ایشون کاملا اطلاع داره ازش. مثلا بعد عرضم به حضور انورتون برای اون پسر خواهرش که برادر ایشون بشه، عرضم به حضور انورتون اومد اول از طریق رمکو، بعد خودش یک شرکت براش تأسیس کرد به نام هستا، به نام هستا. باز شرکت هستا خودش شد پایه‌ای برای دعوت یک سری دیگه از افراد، مثلا آقای شاهین فلاحتیان، در حقیقت اسم اصلیش علی اکبر فلاحتیانه، که میشه پس برادرزاده یکی از بزرگترین ابر بدهکاران بانکی ایران، مشغول در صنایع فولاد و آقای فلاحتیان که میشه صاحب همین نیروگاه ارزم به حضور انورتون شهید منتظری اصفهان و ذوب‌آهن و غیره و زاله، نه ذوب‌آهن اصفهان، یک ذوب‌آهن خودشون جدا دارن که توربین را از طریق همونا خریدن، یعنی به واسطه وجود اون خریدن و فرستادن، که خود بله همین آقا هستن، اسمشون علی اکبره که به شاهین معروفن. و عرضم به حضور انورتون ساپورت مالی ایشون اصلا توی اون چیز توی آلمان با خود آقای دیانت هست. شرکت های هستا و عرضم به حضور انورتون که پالوکس، که شرکتی که به نام همین آقا ثبت شده، در ساختمونی ثبت شده به آدرس ساختمونی که مالکش خود همین آقای کیه؟ دیانته. و به خاطری که نمیخواست که این آقای فلاحتیان رو از طریق خودش تو شرکت‌های خودش بیاره، از طریق شرکت خواهرزادش که چی بود؟ که هستا بود، آورد اون رو با بلو کارت آلمان. اینا نمونه‌هایی که مثلا بازم هست، نمونه‌هایی هست، چون اصل کاری ها رو معلوم نگفتم، که ایشون آورده داخل چی؟ خاک آلمان. و اینها هم دست دارن در همین معاملات که میخرن کالا، میفروشن، سفارش میگیرن، حقوق کارمند میدن. و مسلمن شرکتی که از یک طرف تو ایران سفارش هایی که میخواد بگیره با ملاها در ارتباطه، چهار تا سفارش سوری درست کردن و دو تا پول به حسابش ریختن و پس گرفتن و نمیدونم اینا، خب کاری نداره، در صورتی که همه سیستمای حسابداری و تمام این خانواده تو این شرکت ها چی هن؟ مشغول به کارن. مثلا داماد همین خواهر ایشون، یعنی داماد همین خانوم پگاه و یعنی شوهر خواهر همین خانوم پگاه و اینا هم باز تو شرکت رمکو فعاله، داره کار میکنه. باز یکی از کسانی که توی این خیلی مهمه این قسمت، یکی از اشخاصی که اسمش هم خیلی ممکنه شنیده باشین، توی شرکت رمکو از قبل حتی به عنوان مسئول و مدیر توی ثبت شرکت ها به عنوان چیز ثبت شده، خانوم فاطمه روشن نفس هست، که بعد به ایشون هم میرسیم که اصلا ایشون چی کار است و حلقه گم شده ای که ما اینجا همه در حقیقت توی چیز دنبالش میگردم ایشون هستش. آیه طهباسبی لطف کنین، چون هی تو صحبتایی که میکنین ما رو حواله میدین به بعدن، به هولینگ احیا گفتین بعدن میپردازین، به آدم های مهمتر بعدن میپردازین، فاطمه روشن نفس هم گفتین بعدن. این فاطمه روشن نفس از همین جا شروع کنیم که عکس رو الان دیدیم با همسرشو، تا من بعد سوال رو بفهمید. خانم فاطمه روشن نفس میشن آقای دیانت، در حقیقت میشه شوهر عمه خانم فاطمه روشن نفس. خانم روشن نفس برقی که وارد آلمان میشن، از قبل که توی رمکو چی بودن؟ به عنوان مدیر بودن. الان اسمشون رو هاید کردن که کسی نمیبینه، ولی قبلا اصلا اسم ایشون بوده از قبل توی رمکو. ایشون با همسرشون میان، همسر ایشون همین آقایی که کنارشون میبینید به نام محسن آزاد. آقای محسن آزاد
در دانشگاه پلی‌تکنیک یا همون امیرکبیر رئیس بسیج دانشگاه و بسیار از مهره‌های ولایی بوده که با سهمیه بسیج هم وارد این دانشگاه شده. پایان نامه دکترای ایشون رو هم اگر ببینید، استاد راهنمای پایان نامه دکتراش اختصاصی خود رئیس کنونی دانشگاه پلی‌تکنیک هستش. حالا زمانی که اینا میخواستن بیان، این آقای محسن آزاد قبلش کجا کار میکرده؟ شرکت ابراروان. چی کاره بوده؟ یکی از ناظرایی بوده که برای شرکت فناپ هم کار میکرده. همینطور که در جریان هستی، شرکت فناپ اصلا یک شرکتیه که وابسته به گروه مالی پاسارگاده، یعنی بانک پاسارگاد هم زیر مجموعه شرکتیه که فناپ زیر مجموعه شه. این یکی از بزرگترین و وابسته ترین شرکت های فناوری اطلاعات در جمهوری اسلامی هستش که رسما همه میدونن که مال خود دولت و سپاه و تشکیلات خودشونه، فناپ. و فناپ چیکار میکنه؟ کل سیستمای بانک پاسارگاد دست فناپه، یعنی سرورای بانک پاسارگاد، سیستمای سرورش دست فناپه. عرض کنم خدمتتون که و کلیه خدمات از اپلیکیشن ها و نمیدونم تراکنش ها و سیستمای نرم افزاری و غیره و سخت افزاری رو فناپ چیکار میکنه؟ برای اینا تهیه میکنه و پشتیبانی میکنه. از طرفی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه فناپ به گفته خود فناپ در وبسایت فناپ شرکت ابراروانه، یا همین آروان کلاد. و اینکه خود این آقای محسن آزاد به این نشونی که برای خودشون دارم اینو میگم، توی دفترشون در تهران در ابراروان پشت سرشون عکس خامنه‌ای و عکس سید حسن نصرالله رو قدی زده بودن، همون قبل از این که تشریف بخوام بیارن آلمان با بلو کارت، و هنوزم اون زمان ایشون دفاعیه پایان نامه دکتراشون رو انجام نداده بودن، یعنی دانشجو محسوب می شدن. یک سوالی که اینجا پیش میاد، این آقای دانشجویی که با فناپ در ارتباطه و تو ابراروان هم کار میکنه، چجوری میتونه درخواست ویزا بده از دولت آلمان، ویزای کاری بگیره؟ با کدوم پاسپورت اپلای کرده؟ چون پاسپورت بدون خدمت رفتن، چون خدمت نرفته بود این آقا، بدون خدمت رفتن چجوری به ایشون پاسپورت دادن؟ قطعاً از نظر من نهادهای امنیتی به ایشون پاسپورتشون رو دادن. یعنی مگه ابراروان در ایران، مگه دوقلوی آروان کلاد در آلمان نیست؟ بله، به اونم میرسیم که چجوری اینا. بله، چرا، دقیقا همین. و کار اصلا مسدود کردن اینترنت رو انجام. آروان کلاده. بله، آروان همون آروان کلاده، اسم انگلیسیشه. درست. و سافت کلاد میشه شعبه، باز طبق مطلبی که هستش تو خود پورتفولیو و اینفو شرکت آروان، میگه سافت کلاد نماینده ما هست در اروپا، در آلمان. الان اینجا زیرش هم خروش رو هایلایت کرده. پس اینا همه به هم، یعنی سافت کلاد میاد میرسه به ابراروان و ابراروان به فناپ، و فناپ هم که میدونید رسما دولتیه. حالا این آقا میاد برای که اسم و رسمی ازش هیچ جا نمونه، این چیزی که همه دنبالش میگشتن که اینا چجوری وصلن به آقای دیانت، و چجوری آقای دیانت اصلا دست داشته توی چی، تو امضای قرارداد چی، ثبت شرکت سافت کلاد در آلمان. یا همه فکر میکردن چون 500 متر فاصله این دوتا شرکت هست، ایشون مثلا مترجم بوده، در صورت که ملکی که توش سافت کلاد ثبت شده و مدیرش خانوم روشن نفس هستش، آقای دیانت مال دیانته، مال آقای دیانته، و آقای دیانت فقط اونجا یک مترجم نبودش، آقای دیانت میشد شوهر عمه مدیر این شرکت که داشتن نامش ثبت میکردن. ولی تمام فرمای رجیستر این شرکت رو یک شخص دیگه پر کرده بود و داده بود به اینا. اون کی بود؟ مأمور جمهوری اسلامی در آلمان، آقای محسن آزاد، یعنی شخصی که از خود آروان کلود، از ابراروان، از داخل ایران بدون اینکه خدمت سربازی رفته پاسپورت گرفت، بعد رفت آلمان برای بلو کارتش، از طریق رمکو هم رفت در حقیقتشون، نه از طریق هیچ شرکتی، از طریق رمکویشون هم اومده.
اومد چیکار که خانومش هم باز تو رمکو چی رجیستر بود قبلا، اینو باید مد نظر داشته باشید. که بعد اومدن چی رو ثبت کردن؟ سافت کلاود رو اونجا ثبت کردن. بله ایشون کسیه که حلقه گم شده این کانکشن ها هستش که چجوری صنایع فولاد ما در ایران و این مافیای فولاد و صندوق پولی جمهوری اسلامی میخوره به سیستم تحریم و به سیستم این فیلترینگ اینترنت در آلمان، سیستم ابراروان و این. و یک چیز جالبی که به وجود اومد، شبکه ZDF آلمان بعد از این چیزا رفتن همین ساختمونی رو که توش سافت کلاد رو اومدن الان درست کردن بعد از تحریم ابراروان و لو رفتن این که سافت کلاد یک نمایندگی از ابراروانه، رفتن جلوی این ساختمون گزارش تهیه کردن. چند تا روزنامه آلمانی هم اینو نوشتن. این ساختمون سه طبقه به مبلغ 435,000 یورو بعد از چند ماه که این آقا و خانومشون در آلمان بودن و بعد از چند ماه که شرکت سافت کلاد رو ثبت کرده بودن چی شد؟ از طرف اینا خریداری شد با 435,000 یورو پول که از کجا اومده بود؟ اونم الله اعلم. و عرض کنم خدمت که رسانه‌های آلمان همین ساختمون رو نشون دادن و اینکه زیر زمین همون خونه الان سافت کلود کار میکنه، طبقه وسطش همین خانوم روشن نفس به همراه شوهرشون آقای آزاد هستن و طبقه بالا برادرشون هستن به نام محمد روشن نفس. و جالب اینه که دولت آلمان یک قانونی داره برای قانون بازنشستگی و سن بازنشستگی و همین بلوکارت هم شامل این میشه، چون بلوکارت اصلا اقامتی مبنی بر چی؟ استخدام نیروی متخصص. پدر خانم روشن نفس با 65 سال سن به نام دانیال روشن نفس، باید بپرسیم با این فعالای مدنی، باید از آلمانی ها بپرسن خیلی خوبه چه جوری با عنوان نیروی متخصص بعد سن بازنشستگی اومده اقامت گرفته داخل آلمان، داره زندگی همونجا داره زندگی میکنه. یک سری چیزا رو حالت آلمان میدونه و میتونه هم کشف کنه ارتباط فامیلی اینا رو، ولی چشمشون رو بستن متاسفانه. ببینید فکت نامه یک گزارشی داده، میگوید مؤسس شرکت سافت کلاد عثمان قریشی است که خود را کارآفرین پاکستانی ساکن دبی معرفی میکند که فارسی هم صحبت میکند. او رئیس یک شرکت فناوری اطلاعات با شعبه های در دبی و پاکستان است که میزبان وبسایت های بانک پاسارگاد است. عثمان قریشی در جلسه ثبت شرکت سافت کلاد مسدود کننده اینترنت در ایران، در جلسه ثبت شرکت در آلمان همراه خود فرهاد دیانت را به عنوان مترجم برده بود. این اشاره‌ای که شما فرمودین و شاهد و بعد میگه 100% سهام این شرکت مال آقای عثمان قریشی بود. خب اینو شما بگین دیگه که خانم فاطمه روشن نفس و یا آقای دیگه سید حسن تبعی هند و یعنی این شبکه نمیدونم چی بگم، شما بگین. این یک مقداری یک کمی پیچیده است، من براتون یه خیلی ساده شو توضیح بدم. من سعی کردم اول کار ساده شده رو نشون بدم که چجوری حالا هم ساده بگین و مختصر، وقتمون هم کمه، بگین قربونتون برم. آره چجوری سافت کلاد اومد خورد به چی؟ به فناپ. خیلی ساده، چون قبل این اصلا یک شرکتی به نام ریمان اینفورمیشن تکنولوژی تو آلمان ثبت شده که بازم خانم فاطمه روشن نفس توش چیه؟ جزو مدیرانش بوده، منجرشه، مدیرشه. صاحب قبلی این شرکت یک آقای به نام مهدی کشاورز امیریه که اون مهدی کشاورز امیری که این شرکت رو تحویل خانم روشن نفس داده که خودش از بنیانگذاران فناپه. حالا آقای عثمان شهیدی که اسمشو بردیم پاکستانیه، خودش دو تا دوباره چی داره؟ دو تا شرکت داره، یکی تو دبی یکی تو پاکستان، که اینا با بانک پاسارگاد چیان در ارتباطن، یعنی یک سری کارهای بانک پاسارگاد رو انجام میدن. حالا چرخه رو اینجوری میتونید در نظر بگیرید که سافت کلاد خورد به عثمان، یعنی پاکستانیه میاد تو از طریق دو تا شرکتش به بانک پاسارگاد وصل میشه، از یک طریق دیگه سافت کلاد باز دوباره میاد میخوره به ابراروان و ابراروان باز به فناپ وصله که فناپ به بانک پاسارگاد وصله. اینم دو تا
سومیش هم باز میشه از یک طریق دیگه، باز یک چرخه دیگه که همون ریمون تکنولوژی اینفورمیشنه. یعنی اینا از سه راه، یک تیکه فقط با چی؟ با بانک پاسارگاد در ارتباطن که میتونن کار پولشویی و غیره انجام بدن خیلی راحت. درود بر شما. من در ادامه هم عرض بکنم که ادامه هم گزارش فکت‌نامه که آمده است، غیر از سافت کلاد موارد دیگری هم هست که نشان میدهد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی از امنیتی تا صنعتی و اقتصادی و حتی ورزشی از فرهاد دیانت در آلمان به عنوان فردی مطلع از روال‌های مختلف در آلمان و اروپا استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر کسی در جمهوری اسلامی کار کوچکی در آلمان یا کشورهای اطراف داشته باشد آن را به فرهاد دیانت می‌سپارد که الان شما فرمودین در آلمان ایشون تشریف دارن و آدم متمولی هم هستند. من یک گزارش هست می‌خوام بگم که فرهاد دیانت که به دلیل دست داشتن در ترور میکنوس و همکاری همخونگی با دارابی که 15 سال زندان بود به دلیل دست داشتن در ترور میکنوس در آلمان و این دیانت 9 ماه اینا با هم تو اون خونه بودن و با هم هم دستگیر میشن در آلمان، این آدم خواستم بگم که چگونه ارتباط در واقع تروریست ها با مسدود کنندگان اینترنت در ایران از طرفی و از طرف دیگه پولشویی ها و دور زدن تحریم ها طریق فولادی که شما اشاره فرمودید، و یکی دیگه هم هست که باز ببینیم ارتباط تروریست ها رو با این قضیه. وباموز گزارش مستندی منتشر کرده درباره گروه حسین و فناب، اسمش رو گذاشته، اسم این شرکت ها رو میذاره شرکت زالو ارزش افزوده، آقای رفیقمون محمد جورجندی، و نوشته است که حسین در سال 83 و توسط سه فرد با نامهای روح الله استیری از مؤسسه توسعه فناوری نخبگان، حجت شیخ عطار و محمد حسین فرداد تأسیس شد. تو این حجت شیخ عطار کار داریم. بعد میبینیم که برخی از شرکت هایی که مؤسسان عطار پایه‌گذاری کردن، یکیش همین حسینه، یکیش فناپه که آیه تحمسبی توضیح فرمودن. حجت شیخ عطار که 20 سالش بوده این شرکت ها رو میزنه، گلپسر دهه 60 کی؟ علیرضا شیخ عطار که از اوائل انقلاب در حلقه احمدی نژادیا بود، بهشون میگفتن میگن حلقه ارومیه. علیرضا شیخ عطار تو سالهای کشتار مردم کرد در دهه 60 استاندار کردستان بود و استاندار آذربایجان غربی، 60 و 64 هم استاندار آذربایجان غربی بود، شهرهای کرد. بعد میشه سفیر جمهوری اسلامی در هند و از سال 87 تا 93 هم میشه سفیر جمهوری اسلامی در همین آلمان. حالا اینو داشته باشین. سه ماه پیش از این شرکت آروان کلاد که صحبت کردیم رو که به دلیل مسدود کردن اینترنت در ایران در آلمان فعالیت میکنه میکرد، آلمان و کلن اتحادیه اروپا تحریم کرد. بر اساس گزارش روزنامه تاتس آلمان، چندین متخصص شبکه های سافت کلاد، ابراروان و کل اینترنت ایران را که بررسی کردن، بررسی هاشون نشون میده که شبکه ایران تنها 4 پل همتاسازی، پل ها رو میگه به اصطلاح همتاسازی بین سیستم های مستقل، به اینترنت بین المللی دارد. شبکه ایران پل چهارم ایران به شماره فلان از ابراروان مستقیم به پل مستقل به شماره فلان منتهی می شود که در شرکت سافت کلاد ثبت شده است. اگر این 4 پل مسدود شود، شبکه ایران از اینترنت قطع می شود. بنابراین اتصال ابراروان نقش مهمی در کنترل شبکه ایران ایفا می کند و این شرکت می تواند اینترنت جهانی را در پل خود قفل کند و فقط به سرویس هایی که خود انتخاب می کند اجازه اتصال دهد. این همان مسدودسازی اینترنت از طریق لیست سفید است. من خواستم عرض کنم که ارتباط گلپسر علیرضا شیخ عطار تروریست، حجت شیخ عطار که 20 سالگی حسین و فناپ و اینا رو میزنه و مؤسسه عطارو، با ماجرای مسدود شدن اینترنت و زندانی شدن مردم پشت دیوارهای اینترنت جهانی چگونه است. 2 دقیقه وقت داریم آقای طهماسبی عزیز، میکروفون با شماست.
ببینید، من فقط بخواستم یک قسمت دیگه ای رو بگم از ارتباط داخل ایران با اینا، یعنی باید اینا رو ببینیم چجوری به داخل وصل میشن. اصلی ترین داستان اینه که الان خود این آقای محسن آزاد از رئیس فناپ یک پرونده شکایتی داره در شعبه 98 دادگاه حل اختلاف، به عنوان اینکه شکایت کرده که پولشون نده یا همچی چیزی. و این آقا کسیه که از پرواز مستقیم از آلمان رفته برای راهپیمایی اربعین. این از این که بدونید یادم چرا من میگم عامل اصلیه توی فیلترینگ. دوم، یک مافیای فولاد داریم در ایران که آقای اسلامیان و عرضم به حضور انورتون برادر رحیم صفوی به نام مصطفی رحیم صفوی فکر میکنم هستش، که اونا رو الان وقت نیست که براتون توضیح بدیم کامل، که اصلا اونا باز یک داستان دیگه دارن که همه دستشون با دیانت. و یک چیزی که خیلی مهمه اینه که به آقای دیانت بچه های رحیم صفوی میگن کاسب اعظم تحریم، اینو بهش همه جا میگن، یعنی ایشون همه کاره دور زدن تحریما برای کل صنایع فولاد و مافیای فولاد ایران هستش در آلمان. بله. و خب دیگه شما گفتین متاسفانه اونا میدونن. و به هر حال من اسم چند نفر فقط خدمتتون عرض میکنم، یعنی خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که یادشون باشه، ما در برنامه های بعدم البته به اسامی دیگه افراد دیگه مؤسسات دیگه خواهیم پرداخت. صحبت شد، هر کدوم من نمیگم، شما بفرمایید اگه از قلم انداختم، یکی فرهاد دیانت در آلمان، یکی دیگه فاطمه روشن نفس باز در آلمان، یکی دیگه که در آلمان و ایران هست حجت، شما بگین تا من بقیه رو بگم سریع. آقای اسلامیان هستن، محمود اسلامیان بله. محمود اسلامیان که یک جدیدن هم یک دعوایی شد بین بچه های اسلامیان و رحیم صفوی که بچه رحیم صفوی چاقو زده به بچه اسلامیان سر همین هاپولی کردن پول سنگ آهن در صنایع ایران. به خودشون هم تو صدا سیما یک گزارش پخش شد ولی نگفتن اسم افراد رو. اینا همه بچه های رحیم صفوی هستن. ممنونم ازتون. و دیگر اون حجت شیخ عطار بود و بعد سیدعلی حسینی هم در سوئیس. بسیار ازتون ممنونم آقای تدیون طهماسبی سیامک، شبتون بخیر. آجمونم شب بخیر. چقدر به نامحرم الان مردم نگاه میکنن، زلزله میاد مال اینه. قرآن آیه داره، در قرآن خدا میفرماد قل للمؤمنین یغضوا، خدا میفرمان به پیامبر که به این مردم بگو چشمتونو بپوشونین از نامحرم، و قل للمؤمنات یغضضن، به زنان بگو زنان همش گناه. زلزله برای اینه، یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه تعلق بگیره ازش که در یه جایی عذاب نازل کنه، به یه ملکی میفرمون برو اون رگو تکون بده، مثل که چراغ برق این محل رو کلید سواست، اون محل سرچشمه بالا سواست، یه جا رو زلزله میاد یه جا نمیاد. شب و روزگار خوش.